گوشه شکسته در دستگاه ماهور ما را از دستگاه ماهور به حال و هوای آواز افشاری نزدیک میکنه. در واقع میکرون داریم، فواصل ما روی سل و لا حرکت میکنه، ویبراسیون های مخصوص رو فا و فاسوری و یا فا به صورت ویبراسیون غلیظ تا دو حرکت میکنه و بعد فرود میاد. خیلی حال و هوای آواز افشاری که در دستگاه شور هست رو به ما میده. از انگشت دوم شروع بفرمایید روی نوت سل، انگشت اول روی نوت ر، به مقدار خیلی کمی از حاله های سیم بم هم اشاره بفرمایید. به این شکل. سل به میکرون اشاره میشه. به این شکل. با برداشت انگشت و بعد ویبراسیون روی فا، اشاره به فا به سل. اینجا یک کندکاری خیلی قشنگی داریم برای شما توضیح میدم. فا رو میزنید با مزراب، بدون مزراب میکنید، صدای فای دومی به دست میاد. فا رو برمیدارین، صدای میکرون به دست میاد. دوباره با انگشت سوم میکنید، صدای میکرون دومی رو به دست میارین و بعد فا رو در واقع اشاره میکنید به میکرون. باز اینا همه بدون مزراب هست. اینجا ریز یا دو سیمه شروع میشه و بعد به میکرون و ر اینطوری ختم میکنید و اشاره میکنید دوباره رو ر و روی میکرون میشینید. کندش رو میزنم که از قبلش میشه. از ر انگشت اول شروع کنید، همون کنده کاری رو پیاده کنید، یک پرده بالاتر، اینجاست که میگم این فا باید غلیظ باشه ویبراسیونش، یا میتونید حتی تریل یک مزراب یا تریل بنوازین رو فا سوری یا فا دیز. قسمت بعدیش راب چپ. حالا اشاره هاتمون رو داریم. اینجا پایان قسمت اول گوشه شکسته هست. قسمت دوم گوشه شکسته. دوبار به حالتش دقت کنید که انگار بیان احساسی، خیلی انگار توضیح یا یه تفسیری رو داره بیان میکنه. اینجا توضیحش رو کامل تر میکنه. اشاره فا به می، و حالا قسمت سومش که خیلی شباهت داره به قسمت اول. از انگشت سوم بگیرید. راست شب راست شب هست. این یک چیزی بین تکیه و اشاره هست. و فرود آخرش که می رو به کار کرده. Thank you.
گوشه شکسته رو از ابتدا تا انتها برای شما می نوازم.